قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. بالا می رود. تا آنجا که دیگر داد نیازمندان مسکن به فلک هم نمی رسد. حسین عبد تبریزی، کارشناس اقتصاد ایران که حالا مشاور وزیر مسکن و شهرسازی شده، تازه ترین آمارهای مسکن را منتشر کرده. او میگوید طی 20 سال گذشته قیمت خرید و فروش خانه در ایران 60 برابر و قیمت اجاره بها 50 برابر شده است و متوسط قیمت یک متر مربع زمین به 4 میلیون تومان رسیده است. مشاور وزیر مسکن و شهرسازی افزایش رعدآسای قیمت مسکن را بیشتر به مناطق شهری نسبت داده، جایی که تراکم جمعیت زیاد و خانه امید فرودستان است که از شهرهای کوچک و روستاها به امید یک زندگی بهتر به شهرها می آیند و تقاضا برای مسکن را بالا می برند. پیش از دولت محمود احمدی نژاد، دولت‌های قبلی برنامه جامعی برای تولید مسکن نداشتند. حدود 6 سال پیش دولت اول آقای احمدی نژاد طرح مسکن مهر را آغاز کرد، برنامه‌ای برای ساخت مسکن ارزان با کمک‌های دولتی. اما حالا بر اساس آمارهای منتشر شده مسکن مهر تغییر جدی ایجاد نکرده و دولت حسن روحانی هم به آن با احتیاط و انتقاد نگاه می‌کند. در زمینه مسکن مهر، اصل مسکن مهر که به هر حال باید تکمیل بشه، این مقداری که الان ناقص هست یه اشکالاتی داره، اون اشکالات باید مرتفع بشه از لحاظ مکان، از لحاظ امکانات. حالا بعضی جاها در مکان یابیش مشکلاتی داشته، کاری دیگه نمیشه کرد، برای آینده باید تصحیح کرد. اما خدمات جانبی، یعنی بعضی جاها به صورت یک خوابگاه در آمده، در واقع ما باید تبدیلش کنیم کم کم به صورت یک شهرک. دولت جدید ایران میراثدار دست کم 3 دهه عرضه ناکافی مسکن است و حالا وزیر مسکنش از برنامه‌های جدید برای تأمین مسکن میگوید. یک همچه حوزه های نیاز به یک دقت داره و نیاز به تأمین منابع داره با توجه به مشکلاتی که دولت از جهت تأمین مالی داره و اون نکته که به عنوان خط قرمز برای دولت که علاقه‌مندن که نقدینگی کشور افزایش پیدا نکنه و طرحی که ما ارائه میکنیم منجر به افزایش تورم نشه. کمبود مسکن در ایران علاوه بر نامتعادل بودن عرضه و تقاضا، گرفتار عواقب بی‌ثباتی مالی کشور هم شده. مثلا سالها تورم دو رقمی سرمایه‌داران را تشویق به خرید زمین و مسکن کرده، نتیجهش سر به فلک کشیدن قیمت هاست که به گفته آقای عبد تبریزی باعث شده قیمت زمین در بعضی از مناطق تهران حتی از اروپا هم بیشتر شود. علی عطار، BBC. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خانم ها و آقایان، سلام بر شما. سلام گرم و صمیمانه من رو از شبکه جهانی تلویزیون امید ایران بپذیرید. امیدوارم در هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت و پاینده و برقرار باشید. چندی قبل در شبکه جهانی تلویزیون امید ایران اطلاعیه ها و آگهی هایی و مصاحباتی در رابطه با حفاظت و حافظ در اصل از املاک شمایی که سالهای سال ایران رو ترک کردید و
این املاک به تصرف یا به هر حال توسط جمهوری اسلامی گرفته شده، مؤسسه معتمر در رابطه با اینکه میتونه راهگشایی باشه درباره این مشکلات بزرگ ما انجام دادیم. وظیفه ما بر این است که اگر کوچکترین روزنه‌ای می‌بینیم که در جهت بهبود بخشیدن مشکلات هموطنان عزیز ما هست، گامی برداریم و این کار رو انجام دادیم. این مصاحبات انجام گرفت، این اطلاعیه پخش شد و خواسته شد که در این راستا ما برنامه‌مون رو انجام بدیم. ما هم گفتیم بینندگان عزیز، ما یک پل ارتباطی هستیم که این پل ارتباطی میخواد این مسئله مالی شما رو تا اونجایی که امکان داره در رابطه با املاک و مستغلاتی که در ایران دارید رو حفظ کنه. این نیت ما بود. آقای منوچهر معتمر رو من سالهای سال میشناسم، ایشون جز دوستان بسیار نزدیک پدر من بودن و خدمت شما عرض کنم خود بنده هم همینطور، و ما این برنامه رو انجام دادیم. ولی ناگهان تماس ما با آقای معتمر قطع شد. دو سه بار من به ایشون زنگ زدم که آقای معتمر جواب تلفن ما رو بدید، و آقای معتمر جواب تلفن ما رو ندادن. و خب ما هم مسئول هستیم، وقتی داریم یک آگهی رو پخش میکنیم، مصاحبات رو انجام میدیم، باید این مسئله روشن باشه. هیچ خورده ای هم نداریم. همونطور که روز اول گفتم، آقای منوچهر معتمر از نظر مسائل مالی و مادی هیچ کمی برای ما نذاشتن. خدا هم ایشالله بهشون برکت بده، ممنون و سپاسگزار. اما وقتی دیدیم این کامیونیکیشن قطع شد، یه مقدارم به ما برخورد، گفتیم آقا بیایم از طریق تلویزیون اعلام بکنیم که آقای معتمر تشریف بیارن اینجا. ولی گویا آقای معتمر دل خیلی نازکی دارن و بعضی موقع زود ناراحت میشن، دلخور میشن و به قول معروف قهر میکنن. و به هر حال از آقای منوچهر معتمر دعوت کردیم. بعد از اینکه اومدن با هم صحبت کردیم و گفتم آقا من حاضرم بیام، هر تلفنی هم باشه جواب میدم، و تلفنی هم که به ما زده شده بود با ایشون تماس گرفتن. وجدانم و خدا و بالاست و ما فردا به قول معروف زیر یه وجه خاک میخوابیم. همه مسائل هم حل شده، یعنی چیزی هم به اون صورت نبوده که بخواد ناگفته باشه. از آقای معتمر دعوت کردیم، گفت آقای معتمر ما با شما نه دشمنی داریم، رفاقتی داریم، رفاقت خانوادگی داریم، دوستی دیرینه داریم و چرا که نه. به هر حال آقای معتمر اینجا تشریف دارن، خیلی هم ممنونم که اومدن. باز هم میگم این تلویزیون در رابطه با مشکلات هموطنان عزیز، چه در رابطه با املاک و مستغلات باشه، چه در رابطه با هر مسئله باشه، ما وظیفه‌مون اینه که یک پل ارتباطی باشیم، ما بتونیم تا اندازه‌ای که امکان داره این مشکلات شما رو حل کنیم. آقای معتمر درود بر شما. درود بر شما جناب رفیق، ان شاء الله حالتون خوب باشه. سلام به هم وطنان، چند وقته نتونستم باهاتون صحبت کنم. ما تلفن‌ها که آقای رفیق این زیر تلویزیون هست، این تا ساعتی 5 جوابگوه. بعد به خاطر که از اروپا و از استرالیا من تلفن دارم، اینا فوروارد میکنم تو تلفن همراه هم، من تا ساعت 9 شب با مردم صحبت میکنم. یعنی احتیاجی که کسی به تلویزیون زنگ بزنه یا بگه آقا جواب منو دادن، جواب منو ندادن، یا این مشکل هست نیست، این تلفن 24 ساعت بازه. به غیر از کسانی هستن که حالا به هر دلایلی مشکل دارن که یا ما داریم درآمدزایی میکنیم، درآمد خوبی داریم، یا مردم دارن به حقشون میرسن، یا فکر میکنن من شدم پل ارتباطی بین این ور و سیستم جمهوری اسلامی، در صورتی که به والله اینطور نیست. عارفی حدود 3000 تا 3800 تا شکایت در دادگاه لاهه ما داریم که ایرانیای مقیم اروپا و آمریکا برای حقشون شکایت کردن. خیلی ها رفتن از درآمدهای جمهوری اسلامی زمان شاه و اون بنیادی که در نیویورک هست، اون اموال رو چیز کردن، توقیف کردن. جمهوری اسلامی یا خیلی رفتن اون 5+1 شکایت کردن. جمهوری اسلامی 5 ساله، 4 ساله
عزیزانی که اونجا هستن به این نتیجه رسیدن که باید به حرف مردم گوش بدن. همطورم که گفتم، خب بله تا سال 60 و سال 57 تا 62 خب اینجا بلاد کف بود، یا اینجا جایی بدی بود، تو حکمایی که صادر میکردن گفتن مثلا آقای یوسف یا آقای ایکس در بلاد کفر زندگی میکنه یا از مملکت خارج شده، برای همین مالش ما میگیریم. خب الان این بلاد کفر نیست، اسمش آمریکا هست، برای خیلی هم وچه داره، خیلی هم سر دست میشکنن بیان اینجا و خیلی هاشون هم مادن. یعنی شما الان طرف دریا که بری یا طرف لام بیش بری، هنینتون بیش بری، اینجا که ما هستیم همه دوستان از آقازاده ها یا اون دوستان خونه های آنچنانی هست و همه دارن اینجا زندگی میکنن و خود اونام دارن کمک میکنن، تو مصاحبم گفتم، به شرایط وضع مردم اینجا. به همین دلیل خب الان یه راهی وا شده، منم نمیتونم نادر جان همه را راضی نگه دارم، شما هم نمیتونی، خیلی خیلی مشکل دارم. خب مشکل چیه؟ آقا این یه راهی شده است برای من درآمد خوبی داره، خیلی رو درواسی نداره که آقا منم برای در اومدم دارم کار میکنم. خیلی ها شده که آقا اونایی که به پول میرسن یا از ایران وحشت دارن یا با یه بکران چکی که از کارت ملیشون میشه، خب اینا میفهمن که تو ایران مسئله ندارن، میتونن برگردن. یه عده بی خود نارو ترسوندن، میگه آقا تو هیچ کنه. من امروز جلوی آقای رفیعی میگم برای همه شماها به صورت مجانی بکران چک نمیگیرم، برو کارت ملی در عرضی 24 ساعت تا 48 ساعت بدون ایمیل میکنم، با همه که قبلا شارژ میکردم الان نمیکنم، به خاطر که بدونی آقا خیلی ها توی ایران مسئله ندارن، میتونی برگردی مولد بگیری، میتونی برگردی با کمکی من یا کمکی بقیه، خیلی این کار انجام میدم، من یکیم 75 میلیون اونورن میزانی مشتریم نادر جان شالادم میتونه کار انجام بده، باور بکن. الان من تو فایلم 270 تا 260 مشتری دارم، اگر بخوام تو 500 تا میرم، نمیرسیم، نمیشه، چون واقعا همه مشکل دارن نادر، همه هم مال اونجا دارن، 50 سالش بودن اینجا، 85 سالش شده، سیستم سری جاشه، میبینه 5 تا 6 تا سند داره. اینه که صادقانه بدون بگم ما که مشکلی نداریم، زندگی بنام مشخصه، درآمدم مشخصه، خانواده بنام مشخصن، ضعفی نداریم. اگر کسانی هم حالا میان توی تاریکی تلفنی میزنند کاری میکنن، تاریکی بالی وقتی که طرف در دسترس نباشه، من 9 صبح تا 5 دفتر داریم، آدرسی دفترم الان مریم خانم زحمت کشن اینجا میذارم، 3 نفر 4 نفر تو دفتر دباگو هستن، از 5 تا 9 شبم با رو تلفن های همراهی من فوروارد میشه دیگه، وقتی من به شما جواب میدم یا با من دیر میبندی یا نیم بندین، بعدش بیاین بخواین برای دیگران مزاحمت ایجاد کنین، این دیگه مشخصه است که من موفقم، مشخصه است که من دارم کارم انجام میدم. این از این. دوم مسئله که نادر جان هست اینه که خوشبختانه کسانی که سیتیزن اینجا هستن و حقوق بازنشسته که ایران میگرفتن، خیلی ها وقتی به 65 سال میرسن قد میکنن، بردن تو مجلس 25 شهریور فینالشه که آقا شهروندی هر ز دنیا باشن از حقوق دومتون استفاده کنین، اگر اونایی که قد نکردن، اونایی که قد نکردن که ادامه بدین، ولی اگر دیدین یه نامه اومده سیم که آقا تو چون تو آمریکا هستی یا تو اروپا هستی از حقوقت استفاده میکنی، الان میتونی از اون کار استفاده کنید. یه مسئله. مسئله دوم که نادر جان الان خیلی مهمه، مسئله یه تبدیل پول به این ور که شما وقتی که مجوز بگیرین، من انجام میدم، خیلی دیگه من انجام میدم، پول 3 روزه 4 روزه تو حساب دونه. یعنی پول چی؟ پولا که از ایرانه، یعنی خونه که میفروشه وقتی مجوز او فکر میگه به حقوقشون نداره، نداره نه میتونین دیگه، قبلا یه سری بود، الان اینا از برداشتن 5 به اضافه 1، یعنی شما میتونین از اوفک وقتی اجازه‌شی گرفتین بین 3 روز تا 5 روز پول تو حسابتون باشه. اینم مسئله پول. دوم حقوق بازنشسته که هم گفتم مواد، خیلی هم میگن ما زمینمون رو جنگلبانی گرفته، جنگلبانی بالا زمان شاه بود، قبل از انقلاب بود، بعد از انقلاب کردن کمسونی ماده 12، یعنی اسمش عوض شده است. الان مواد به تمام کسانی که اقلیت های مذهبی فقط به شرطی که در ایران خونه نداشته باشن، خارج از نوبت 15 روزه میدن.
اگر اموالی در ایران داشته باشین این اموال باید نگاه کنن، اگر زیر 300 میلیون باشید بازم مواد به شما مجوز میدن. اگر ست پلاک دارین یه دونه که خیلی گرون قیمت تره اونا بردارین، اون دو تره سرش بگذارین، اون گرون معادل 85% به شما معوض میدن. اینم از سیز مواد ورامین. ورامین نادر جان یه منطقه بود کشاورزی بود، الان یه آب نداره، خوش شده، خوش سالی تو ایران، یعنی یه منطقه شور زاره قیمتی نداشته، خوشبخت اونجا رو منطقه صنعتیش کردن، منطقه صنعتی چرم سازی کردن. کسانی که ورامین زمین دارن 100,000 متر 50,000 متر 60,000 متر اینا تصفیهش دارن کردن برای صنعتی. از الان به بعد بدونین زمین ها شما صنعتی است، دولت یا ازتون خریداری میکنه یا بدون مجوز میده. نادر جان سوال داری؟ در رابطه با این مسئله این زمین های صنعتی مقدار بیشتر توضیح بدید. ورامین خارج از شهر بود، یه زمانی کشاورزی بود، دولت به خاطری که آلودگی هوا را همین شهر ورامین خودمون بله بله دارد. الان اونجا شده صنعتی، یه نه مسکونیه نه کشاورزی. اونجا من روی اگر به ما زنگ بزنن که چه ورامین دارن، مهداد براشون ایمیل میکنه عکس منطقه صنعتی ورامینا و شهرک ورامینا. حدود 270 تا کارخونه چرم سازی به اسمای مختلف اونجا شده. بقیه زمینا ورامینم نادر جان همه چرم سازیه. یعنی اگر اونجا زمین دارین 50,000 متر 100,000 متر خدا رو شکر بدون یه مژده بدم که دیگه اینا بی آب و علف نیست، بدون قیمت نیست. به عنوان صنعتی از اون دولت خریداری میکنه یا خودتون میده به عنوان صنعتی مجوز بگیری. خب اجازه بدیم به اطلاع آقای معتمر نگاهی بکنیم. مؤسسه معتمر برمیگردیم، سوالاتم رو با آقای معتمر ادامه میدم. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی باگیر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. بینندگان عزیز، صحبت هم رو با آقای منوچهر معتمر مؤسس شرکت معتمر ادامه میدم. همونطور که میدانید شرکت معتمر در آمریکا در راستای حل مشکلات ملک و املاک شما در داخل ایران هست، به طوری که سعی میکنه که این ملک و املاک شما که سالهای سال هست که توسط دولت جمهوری اسلامی گرفته شده رو با قیمت استثنایی و با قیمت روز یا ملک و املاکتون رو پس بگیرن یا پولش رو به شما بپردازن یا ملک دیگری رو در ازای همون مبلغ به شما بساط به اسم شما در بیارن. فرمودی که 60% قیمت زمین خونه بیشتر شده. بله. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یعنی نسبت به چند سال قبل؟ 20 سال قبل. الان آجایی که پخش شد یه مطالب بود، ولی BBC بود که من بردم اینجا پخش کردم، که نوشته بود که قیمت خودشون رفته بودن اونجا مصاحبه کرده بودن، اینجا گفتن که وزیر مسکن خودش گفت قیمت زمین تو 20 سال اخیر فقط 20% رفته بالا. یعنی اگر شما 1000 دلار خرید کرده باشی الان شده 6000 دلار. در ایران سرمایه گذاری الان رو زمینه، جمعیت 75 میلیون شده. خب به خاطر تحریم ها نتونستن امکانات آب و برق اضافه کنن. اون قسمت هایی که امکان آب و برق و گاز دارید الان یه آپارتمان توی تهران 1 میلیون دلاره، تو اصفهان 1 میلیون دلاره. بعدم هموطنا توجه کنن همه جا گرون شده. در رابطه با مقایسه با املاک در کالیفرنیا ایران گرون تره. چند درصد؟ بود 30% به نظر من بیشتر. 30%. آخه شما یه آپارتمان 250 متری 1 میلیون دلار است تو ایران. اینجا این به خاطر تحریمات، به خاطر تحریمات و به خاطر نقدینگی که دست مردم. حالا یه سوال دارم، اگه این تحریم‌ها برداشته بشه قیمت خونه‌ها میاد پایین؟ بیادن پایین به حال مردم تاثیر نداره، چون قیمت دلار میاد پایین،
تبدیلش بده. ببین الان اینا دارن رو دلار رو 3 میلیون تبدیل میکنن، بعد رو دوم بعد دلار ممکنه 1 میلیون بدن 1000 دلار بگیرن. الان بهترین سرمایه گذاری تو ایران، به هموطنان میگم، خرید زمین و ملکش تو ایران، یعنی بازم جای رشد داره، به خاطر اینکه محدوده، وضع آب خرابه، الان زاینده رو دیم خشکه و اون جاهایی که به خاطر کمی آبه به خاطری مردم رفتن روی دلار سرمایه گذاری کردن، یه سری به خاطر غیر مجوز بودن دستگیر کردن، ناامنی به وجود اومد. الان یه ده اونام که جواز دارن هر لحظه امکان داره وزارت اطلاعات اونا رو بگیره، به دلایلی که خب حالا یه سری کار میکنن با آقای یزد بابکی زنجانی و بقیه، ببینید ثبات نداره. الان بورس تهران 35% تا 40% ناخودآگاه اومد پایین. چرا؟ به خاطری که یه سری شرکت‌های کاذب بودن، اینا رفتن گفتن ما کارخونه داریم، تولید داریم، وقتی رفتن در اینا فقط یه زمینی گرفتن، دو تا اتاق توش ساختن، کارخونه نبوده، تولید نبوده. الان بورس تهران برین رو سایت ها ببینین 35% پول مردم از بین رفت. مردم نه بورس تهران براشون امنیت داره، نه دلار، نه سکه، نه طلا. سوال دیگری دارم در رابطه با اینکه تعدادی از هموطنان عزیز ما در اینجا به دادگاه‌های آمریکا شکایت کردن در رابطه با ملک و املاکی که به تصرف در اومده توسط جمهوری اسلامی. اوضاع اونا چی میشه؟ ببینید اینا رفتن اموالی، دادگاه‌های اموالی بنیادی علوی ها، همون بنیادی که الان ساختمانش دولت آمریکا گرفت، مازادش الان خیلی تو دادگاه توی نیویورک اونجا تو دادگاه پرونده دارن، ولی دولت اومده است به خاطر که دادگاه های لاهره کم بکنه، یعنی پشتکار خودش ماها بوده است که به اینجا رسیده، شکایت در دادگاه لاهه بوده، 5 به اضافه 1 بوده، نیویورک بوده است و خود اونا خدایی خواستن، یعنی خود اونا که الان تو اون سیستم هستن همشون اینجا دیگه، وضع مردم ها میدونن با جواب گو مردم باشن، یه بلاد کفر نیست، اینجا شده است برکت. اینه که تو این فرم سازمان مسکن شهرسازی میگه اگر به دادگاهی رفتم شکایت کردم، شکایتم پس میگیرم و اگرم و تعهدم دم یا شکایت نکنم. الان همون آبم اگر که فایلشون رو در اختیار من بذارن، رقم رو در اختیار من بذارن، در ایران میتونن مجوز بگیرن، در ایران میتونن جاش جانشین بگیرن. این فرم برای همین درست کرد، برای پشتکار خودش و ماها دولت درست کرد، خود اونام خواستن، یعنی این وسط برده است، نه اونا باختن نه شما باختین، پیگیری شماها منجر به این شده که اینجا میگه آقا شکایت ده پس بگیر، اگرم شکایت تعهدم بده من شکایت نمیکنم که من به تو مجوز به تو معوض بدم، به تو اموال بدم. این نکته هست که با من تماس بگیری، من فرماشه براتون میفرستم. دوم بازم به شما میگم تو رو خدا کسانی که سنشون بالاست 70 75 ساله است، اینا رو بیان به بچه‌هاشون ببخشن، بیان به بچه‌هاشون ببخشن. چرا؟ وقتی شما بگید با یه حبس سیر نباد بخشیدن، در دولت ایران وقتی میخوان برن سند جدیدی دو بلکه بگیرن، بخوان برن بفروشن، شامل مالیات نمیشه. این ورم وقتی شما ببخشین، این پولی که اینجا میارن تا اونجا که من اطلاع دارم، اگر شما ببخشین قانونن ببخشین تو ایران، اینجا شامل تکس و مالیات نمیشه. نکته یه نکته بعدی هم که میخوام خدمتی هموطنان بگم اینه که وکالتایی که طریق سفارت انجام میده در تمام نقطه های آمریکا سفارت نماینده داره، در لس آنجلس داره، در اورنج کانتی داره. شما اگر که توانایی مالی ندارین، اگر مریضین سوار هواپیمایتون بشین، یه نامه اگر بنویسین به آقای دکتر مصلحت و بنویسین که آقا من توانایی مالی ندارم یا مریض هستم، تلفن دو پایین ورقه بذارین به سفارت فکس بکنین، اینا نماینده رو توی اورنج کانتی، نماینده تو لس آنجلس، نماینده در شهرهای دیگه به شما معرفی میکنن، احتیاجی تو واشنگتن برین نیست. یه دم ورداشتن وکالت دادن به یه آقا، به یه عده‌ای اعتماد کردن در ایران، برادر به برادر، خواهر به خواهر، دوست به دوست، عمو داداشی، اقوام، وقتی که شما وکالت میدین میرن اونجا رقم میلیاردی معوض میگیرن، خب به شما نمیدن یا برای شما یه سری اشکالات به وجود میارن. ببینین درست است این وکالت های سفارت بلا ازلس با حق توکید به غیره، یعنی دیگه مولا درزش نمیره، شما
دیگه فروختین، برای شما وکالت دادن برن اموالتون رو بفروشن به شما پولش بدن، شما وکالت ندادن که برن مالتون رو بخورن. جای رسیدگی هست، دادگاه انقلاب اینا رسیدگی میکنن. یعنی اگه شما وکالت دادین حق حقوقتون از بین رفته، یه فرم داره شرح حال می‌نویسین که آقا من به آقای حسین حسن اعتماد کردم، وکالتی بلا عذر بهش دادم که ایشون برفروشه 20% 30% چه برداره، هرچی خدای راسته که بخش من بده. ایشون فروخته از یک سنت به من نداده، اینها را میخوان و بهشون رسیدگی میکنن. خب اجازه بدید به اطلاعی دیگری نگاه بکنیم. اطلاعی از شرکت معتمد در راستای حل مشکلات املاک و مستقلات شما در داخل ایران. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند، افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، و اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا مواد اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949-202-7288. خب صحبتام رو با آقای منوچهر معتمر ادامه میدم. اداره ای هست تحت عنوان ستاد فرمان در ایران، درسته؟ بله بله. که رسیدگی میکنه به املاک و مستقلاتی که متعلق به ایرانیان است که سالهای سال ایران رو ترک کردن. درست. در طول این چند سال گذشته این ستاد آیا تسهیلات بیشتری رو قائل شده برای هموطنان ما یا خیر؟ تو 5 سال گذشته بله آقای رفیع، ببینید همون کارهای شکایتی که هموطنان به دادگاه لاهه کردن، یعنی هر تا تونستن برای حقشون اقدام کردن، اون برم خودشون آمادگی داشتن، یعنی شکایت هم شما نمی کردین شاید همه الان همینجا بودیم. حالا این برد به برده ستاد اومده یه تشکیلات درست کرده است که شماها ببینین، نمیگن آقای نیری، آقای اشراقی، آقای لاجوردی، آقای ایکس، آقای ایگر، خیلی اسپرگون بتونم بیارم، آقای صادقی، آقای ابتهی، اینا اشتباه کردن حکمای مصادره دادن. گفتند قابل رسیدگیه، گفتند قابل بررسیه. یعنی چی؟ یعنی میگن اون حکم درسته ولی ما میخوام دوباره بررسی کنیم. ستاد فرمان شما یه نامه میگن من بعدم تهیه میکنم، یه نامه ای هست که این نامه رو شما تهیه میکنید، آقا این حکم که آقای نیری داده است، من به این دلیل میخوام از خودم دفاع کنم، اینجا من در بلاد کفر که بودم به خاطر بچه‌ام بودم، صهیونیستم نیستم، تو ایران به وجود اومدم، کلمیم، در ایران بودم، در ایران بزرگ شدم، در ایران بیزینس داشتم، به خاطر شرایط اول انقلاب اومدم اینجا برای تحصیلات بچه‌ام، اینجا مجبور شدم بمونم. شما اینا رو که بگین به شما اینا یادتون نره. من همیشه میگم مرسدس بنز میگیرن، تویوتا میدم، پیکان میدم. هیچ کسی نمیتونه 100% به حقش برسه به خاطری که تورم و اون 60% گرانی رقم‌ها رو میلیاردی کرده است، ولی دارن حق شما رو میدن. یه چیزی هم که به هموطنان میخوام بگم نادر جان، اینه که کسانی که خارج از کشورن، در انگلیس هستن که با شما در تماسیم، توسط تلویزیون، در اروپا، در استرالیا، وکالت‌های کاری یا از طرف دفتر سفارت به من یا به بقیه بده، چون برای ایرانیان خارج از کشور خارج از نوبت رسیدگی میکنن. یعنی ما وقتی دادگاه شعبه 10-50 میریم برای اینکه حکم آقای نیری بررسی کنن، یا وقتی به ستاد فرمان میریم، وقتی که وکالت از دفتر منافع جمهوری اسلامی است، یا هر کدوم سفارت ها در خارج از کشوره، خارج از نوبت رسیدگی میکنن، چون میخوان برای هموطنان دارن تسلیحاتی بیشتری به وجود میارن. ببینین من خودم میگم، یا این آقای رفیعی که اینجا هستن، ما نمیدیم سیستم جمهوری اسلامی حمایت کنیم یا نیومدیم کمک کنیم. خدا شاهده تسلیحاتی که خود شما به وجود آورده، اون دادگاه های لاهه و بقیه و کارهایی که خود اونا که داخل ایران اینجا انجام دادن و همشون خودشون الان اینجا هستن، همه به هم دست به دست دادن، آقا شما به حقتون برسین، هم شما به حقتون برسین، هم ما هم خب زندگی ما داره میکنیم، خیلی راحتیم، خدا برکتتون بده، داریم پول میسازیم. یعنی این امکانات دو طرفه است، یه طرفه نیست،
منم برای خودم کار میکنم. ولی خب الان 5 سال قبلش شما صداد فرمان میگفتین که آقای نگری در بال من ظلم کرده است، یه پروندم رو پرونده شما میمن. الان بهت وقت میده میشینم پرونده آقای نگری بررسی میکنم. بعدم یه چیزی خیلی جالب اینه که شما حکم رو ببینید، حکم های 59 60 61 62 63، در رابطه با همه یه چیزی کلیشه‌ای بوده، یه چیزی بسیار چاپی بوده، بلاد کفر، رفتن به اسرائیل، صهیونیست یا وابستگی به خاندان پهلوی. یعنی شما تو این حکم همه اینا میبینید. این یه چیزی استاندارد بوده اون زمان. حالا هر کی درست کرده است یا هر کس این کارو کرده است، فکر امروز نبوده، فکر تحولات دنیا نبوده، در زمان و شرایط خود اون سال درست کرده. الان دیگه این کلیشه یه ورشن رو کامپیوتر، نه بلاد کفر وجود داره، نه صهیونیست وجود داره، نه نمیدونم اینا نیست. الان میشنن نگاه میکنن، رسیدگی میکنن و باور بکنین حتی از آقای الغانیان بگیر تا بقیه دارن بر میگردونن. نه حالا هموطنان کلیم باشید، مسلمش هم همینطور، ارمنش هم همینطور و بقیه. تنها نکته که الان هست اینه که الان دیگه میشنن فکر میکنن، دیگه کلیشه درست نمیکنن، بلادی کفر درست نمیکنن. یه زمانی میگفتن که نیروگاه اتمی میخوام چیکار، کسانی که تو کار نیروگاه اتمی بودن حتی یه دشنا بازداشت کردن. الان خودتون ببینین انرژی هسته ای ها میگن حق مسلم ماست، هیچ اشکالی هم نداره، حقمونه. ولی میخوام بگم اون زمان دیگه گذشت، الان دیگه زمانیه که کار به سیستم جمهوری اسلامی نداشته باشین. ماها که اینجا هستیم میگم آقا اونا رو تو کامپیوتر برداشتم، الان به شما دارن معوض میدن. بدونم دارم میگم به حق دو نمیرسین، ولی همون 30% همون 60% به خاطر اون 60-70% که تورم ایجاد کرده، شما ها واقعا میتونین به یه رقمی برسین که هم خود و هم خانواده خوشحال بشن، هم هم درآمد داشته باشین. دیگه از این ساده تر بهتر میشه گفت بدون. و این کار تایید جمهوری اسلامی نیست، این کار تایید جمهوری اسلامی نیست که اگه فکر کنین یا کمک به جمهوری اسلامی، نه، کمک به من است، به خود شما. قربانشون. بسیار سپاسگزار از آقای منوچهر معتمر برای گزارش و اطلاعات کامل و جامعی که در اختیارش ما گذاشتن و شما بینندگان عزیز میتونید از این استفاده بکنید در جهت اینکه بتونید به اون حق خودتون که صاحب ملک و املاکی در ایران بودید و به تصرف گرفته شده، حال تحصیلاتی به وجود آمده که میتونید تا اندازه اون رو پس بگیرید و صاحب دوباره اون بشید یا پولش رو در دست بگیرید و استفاده بکنید. اینا همه امکاناتی است که فراهم شده. به هر حال در این راستا باز هم با آقای معتمر صحبت خواهیم داشت و میتونید تلفنی که روی صفحه تلویزیون هست با شرکت معتمر در آمریکا کد 949-33-338-4705 و یا کد 949-202-7288 از سراسر جهان تماس بگیرید اگه سوالاتی دارید در این زمینه. یه سوالی دارم، کسانی که در اروپا و چون برنامه داره در اون پخش شده خارج از آمریکا، من از اروپا خیلی مشتری دارم. خب همین میخوام ببینم که جایی که از خارج و اینا زنگ میزنن به فرقی نمیکنه؟ نه ببینید، نه ببینید، اینا مدارک که کسانی که در خارج از کشور هستن، ببینید اینا مدارکشون به من ایمیل میکنن، منم فرمای وکالت کاری یا بقیه براشون ایمیل میکنم، امضا میکنن، میبرن تو انگلیس، میرن تو سفارت ها مهر میکنن، برای من با پست میفرستن، من میفرستم ایران. پس شما در هر جای دنیا که باشید میتونید با آقای معتمر تماس بگیرید تا با امید خدا این مشکل بزرگ شما حل بشه و من نادر رفیعی مسئول تلویزیون شبکه جهانی امید ایران این پل ارتباطی رو بر دوش میذارم که ببینم خنده‌ای بر لب هموطن عزیز من بیاد که بگه من تا اندازه‌ای اون پولی که حقم بوده رو از جمهوری اسلامی پس گرفتم. پاینده و برقرار باشید، با امید به امید ایران نگاه کنید تا هفته آینده. قربان شما برم آقای رفیعی، خیلی ممنون، سلامت باشید. قابل توجه کسانی که در 35 سال گذشته از املاک و مستقلات خود در ایران خبر ندارند، کسانی که مدارک و مستقلات خود را از دست داده اند.
افرادی که املاک و زمین‌های آنها را سازمان منابع طبیعی بایر اعلام کرده است، اشخاصی که املاک آنها مصادره و یا موات اعلام شده است، و همچنین برای تنظیم وکالت بلاعزل و انحصار وراثت می توانید با دفتر آقای منوچهر معتمر تماس حاصل فرمایید. شماره تماس 949 202 72 88.